گفتی بگو عاشق و بیمار کیستی، من عاشق تو هم، تو بگو یار کیستی. عرض ادب و احترام دارم خدمت خداوندگار ایران، خدمت شما همیاران عزیز ارجمندم در تلویزیون ایران فردا. خیلی سپاسگزار از مراحم شما، پیغام های شما، پیغام های مهرآمیز شما. امیدوارم که برنامه‌ای که تهیه میشه و از طریق تلویزیون ایران فردا پخش میشه مورد توجه شما قرار بگیره. از ما راضی خرسند باشید و اگر پیشنهادی هم دارید ما در انتظار پیشنهادات شما هستیم و اجرای عوامل. آقای امیر درخشان برنامه رو هدایت میکنه. هفته گذشته گفتگویی داشتیم با آقای دکتر نوریالا که در واقع میشه گفت بخش پایانی گفتگوی ما با این شخصیت فرهنگی و ادبی درباره سینما بود و فعالیت های دکتر نوریالا در سینمای ایران و فیلمی به نام مردان سحر، و قرار شد که این فصل رو به پایان ببریم و بپردازیم به قلمروهای دیگری از زندگی و تجربیات و مناسبات آقای نوریالا. دکتر نوریالا درود بر شما مجددا. سلام عرض میکنم خدمت شما، همکارانتون و بینندگان گرامی برنامه‌تون. حال شما خوبه؟ مرحمتتون خیلی متشکرم. خب از مجموعه حرفا که تا به حال داشتیم، خود شما چی گرفتید، چی دریافت کردید، چیزی دریافت کردید در جمع یا نه؟ یعنی منظورتون از طرف بله از بله کسانی که برنامه رو پی میگیرند و بله خیلی اظهار محبت میکنن، میگن که اطلاعاتی که داده میشه به نسل جوانی که دوران قبل از انقلاب رو ندادن جالبه و تشویق میکنن که ساده و اصلا که صمیمی مطالبی رو خدمتتون عرض میکنم. این انقطاع اطلاعاتی که پدید آمده مثلا توی 30 اندی سال، یعنی تلاش برای این که رابطه نسل موجود رو با گذشته کاملا قطع بکنن، یا اگر اطلاعاتی بهش میدن اطلاعات درستی نیست، این واقعا خیلی گرفتاری ایجاد کرده آقای نوریالا نیست؟ کاملا اینطوره. البته در جوامعی مثل جوامع ما که تاریخ نگاری، خاطره نگاری، نمیدونم یادداشت‌های روزانه نویسی خیلی کم اتفاق میفته، این تنها مورد نسل ما و نسل‌های بعدی از ما نیست. من خاطرم هست که مثلا پدر من جزو فوج قزاقی بود که با رضا خان میرپنج آمدن تهران رو فتح کردند و اون کودتای سوم اسفند رو برقرار کردند، و بعد مثلا او دوران رضا شاه رو تا زمانی که عرض کنم رضا شاه در تهران بود دیده بود و فراز و فرودی زندگیش داشت، و پس از جنگ بود که با مادر من ازدواج کرد و ما بچه ها به دنیا آمدیم. ما هیچ نوع ارتباطی با اون جهانی که پدر و مادرمون دیده بودند نداشتیم، به کلی جای دیگه بودیم، و سالها طول کشید که تونستیم جسته و گریخته اطلاعاتی بگیریم راجع به این که مثلا مادر من در زمان کشف حجاب چه کرده، پدر من در روزی که کودتا شد و رفتن تهران رو گرفتن چه اتفاقی افتاد و از این قبیل. و من فکر میکنم که این انقطاع‌های تاریخی همواره بوده است. بسیاری از روشنفکران و رجال ما روی احتیاط و مصلحت بینی و ترس اصلا دست به نوشتن خاطرات و اینها نمیبرن، به همین دلیل هستش که مثلا وقتی ما مواجه میشیم با خاطرات اصل الله علم حیرت میکنیم که یک دولت مردی به اون مقام روزانه یادداشت‌های خودش رو مینوشته. حالا اون یادداشت‌ها چقدر درست و غلط بوده اون دیگه با کسانی است که حفاری تاریخی خواهند کرد در این نوشته‌ها، همون گونه که مثلا میدونیم آقای رفسنجانی هم خاطرات روزانه خودش رو نوشته و سال به سالم داره منتشر میشه. اما چقدر دستکاری میشه در واقعیت من نمیدونم، ولی به هر حال میتونه یه پلی باشه بین دوتا نسل. به نظر من بعد از انقلاب به خصوص به خاطر وجود ایدئولوژی نافی دوران رژیم گذشته، این انقطاع البته بسیار شدیدتر و عمیق‌تر شده. کاملا درسته، کاملا. مثلا شما نگاه کنید یه قلم به مجموعه گزارش هایی که درباره کشتار در میدان جاله در شهریور همون سال 1357 به دست ما رسید.
خیلی متناقض و اعداد اصلا به هم نمیخونه. ما 4000 نفر داریم، 17000 کشته داریم، تا رسیدیم به بی بی سی مثلا میتونم در یک گزارشی صحبت از 4000 تا بود. و بعد تا دوره‌ای که آقای باقی رفت به اسناد بنیاد شهید مراجعه کرد، معلوم شد که تعداد کشته شدگان میدان جاله زیر 100 نفره، مثلا 90 و یه چند نفر بود. و متاسفانه در بقیه قلم رو هم همین تنیم. شاید به این علته که اینقدر دیدم که نسل جوان علاقمنده به این که به خاطرات شما توجهش گوش کنه، یه داره یه چیزهایی دستگیرش میشه، یا بقیه شخصیت هایی که بالاخره خیلی مثمر ثمر بودن، کار کردن در دوره گذشته، آثاری از اونها به جز تجربیات جالبی دارن از کار در جامعه پیش از انقلاب. خب دکتر نوری علای عزیز، رسیدیم به سینما و این فصل رو به پایان بردیم، درسته؟ بله همینطوره. ما در واقع پرونده دهه 1340 رو بستیم کاملا. و یعنی بنده یک جوان 20 ساله بودم که وارد دانشگاه تهران شدم و یه آدم 30 ساله بودم که خودم رو روبرو دیدم با بسته شدن کانون نویسندگان ایران و با این سابقه ذهنی وارد دهه 1350 شدیم، دهه‌ای که در واقع دیگه نیروهای میانی و اصلاح طلب رژیم، ببینید این اصلاح طلبی که من ازش سخن میگم با اصلاح طلبی که امروز مطرح هست تفاوت ماهوی داره، به این معنی که اصلاح طلبی در زیر سایه عرض کردم که یک قانون اساسی ممکن هست که اون قانون اساسی راههایی رو برای عرض کردم که اصلاح خودش و در این حال به عنوان منبعی برای که همیشه بشه رجوع کرد برای اصلاح وجود داشته باشه، در حالی که در حکومت اسلامی خود قانون اساسی همه گرفتاری ها رو ایجاد کرده و چون خودش هم بسته، یعنی در موادی گفته است که مثلا مذهب رسمی یا مسائل دیگری تا زمان ظهور حضرت غیر قابل تغییره، در نتیجه اصلا نمیشود امیدی به این داشت که راهی برای اصلاح این رژیم وجود داشته باشه. ما در دهه 40 به خصوص نسل جوانی که بعد جزوش بودم، ما احساس میکردیم که میشود عرض کنم که اصلاحات کرد، میشود این جریان به نظر من اشتباهی فرهنگی رو که روز به روز جامعه ما رو از قانون اساسی مشروطه دور میکرد و به یک نوع دیکتاتوری فردی نزدیک میکرد رو میشد اصلاح کرد و در این زمینه تلاش میکردیم. مثلا شما توجه بکنید که در دهه 40 همین پیدایش کانون نویسندگان ایران و این که اعلام کرده بود که ما میخواهیم در زیر چتر قانون اساسی مشروطیت سانسور رو برداریم و به آزادی های بیان برسیم، به نظر من یک عمل اصلاح طلبانه بود و عجیب این بودش که خواستاری اجرای قانون اساسی یه جرمی اون موقع محسوب میشد. به هر حال همه این مسائل در دهه 40 اون فراز و شریب نشیب ها، اون عرض کنم که آفرینش ها، اون تغییرات، اون مدرن شدن مملکت، اون سرعت حیرت انگیز پیشرفت مملکت، همه این حرفا در دهه 40 اتفاق افتاد. اما به محض اینکه ما رسیدیم به آستانه دهه 50، به نظر میرسه که چرخهای حرکت در جمیع جهات شروع شد به کند شدن. من این رو ناشی از این میدیدم که دیکتاتوری فردی پادشاه ایران، که من در وطن پرستی شک ندارم، در این که میخواست ایران رو مدرن بکنه شک ندارم، در این که فکر میکرد مثل هر متولی اگر امامزاده رو بزرگ کنه خودش بزرگ میشه شک ندارم، او میخواست که ایران قوی، بزرگ و عرض کنم که مدرنی رو بسازه تا اینکه خودش به عنوان عرض کنم که سازنده این ایران مطرح باشه. اما به نظر من چیزی رو که ایشون توجه نمی کرد این بود که
با گسترش دانشگاه ها، با اعزام دانشجو به خارج کشور و غیره، ایشون یک طبقه جدیدی رو، طبقه متوسط جدیدی رو به خصوص در ایران به وجود آورده بود. اما میخواست که عرض کنم که به سبک پادشاهان یا سلطانهای گذشته بر اینها حکومت بکنه و این یه تعارض بسیار وحشتناکیه که آدم ندونه مقتضیات آنچه را که خود آفریده چی هست و به کجا خواهد کشید. به هر حال در آغاز دهه 50 من میتونم این رو خدمتتون عرض کنم که در اون تمام توهمات مربوط به اصلاح پذیر بودن، عرض کنم که رژیم در ذهن اکثر روشن فکران ما دیگه منتفی شده بود و این تبدیل شده بود به یه نوع گوشه‌گیری و کنارگیری از جریانات سیاسی و اجتماعی و جاشو داده بود به ببخشید جریان‌های عرض کنم که زیرزمینی و چریکی و این حرفا. یعنی دهه 40 در واقع با جریانات مبارزات مسلحانه داشت شروع میشد. درست. ارتباطمون یه لحظه قطع شد. کامپیوتر امیانا داره گفتگو با آقای دکتر نوریالا. یکی از سوالات من اینه که آقای دکتر نوریالا الان اصلا مثلا با این جنبش های چپ هم هیچ وقت رو در روی داشتن، هیچ وقت اونها مرتبط بودن؟ جالبه، خود من در جریان یه ماجرایی قرار گرفتم و متوجه حضور جنبش های زیرزمینی در همون زمان شدم و اینکه دکتر نوریالا میگه کاملا درسته. واقعا نطفه های شکل گرفت بود، هسته های و سلول های از گروه های چپ، چپ افراطی بیشترم الهام گرفته از انقلاب چین یا انقلاب کوبا برای ایجاد جنگ های مسلحانه علیه حکومت وقت، یعنی حکومت محمد رضا شد. ارتباط برقرار شد؟ ها دکتر نوری، بله. من عرض میکردم که من به دو لحاظ به خصوص متوجه این جریان بودم، یا شاید به سه لحاظ. بله. خست این که چون در دانشگاه درس میدادم. این چه سالیه که دارید الان می؟ از سال 50 دارم صحبت میکنم تا سال 54. این چهار سال اول دهه 50 من در چند حوزه فعال بودم. یکی این که عرض کنم که در دانشگاه درس میدادم و کاملا این رو میدیدم که دانشجویانی که دارن میان سر کلاسای من به کل تفاوت دارن. مثلا دخترهای چارقدی خیلی زیاد شدن. درست. عرض کنم که پسرهای ریشدار خیلی عبوس و متعصب زیادتر شدند و غیره. این یکی بود. یکی هم که در اون سالها من گرداننده صفحات شعر مجله فردوسی بودم و در این حال کارمند برنامه ریزی سازمان برنامه بودم، برنامه ریزی منطقه‌ای، و در نتیجه سفر زیادی به مناطق مختلف ایران می کردم و به هر کجا که می خواستم برم قبلا در مجله فردوسی اعلام می کردم که من در فلان روز و فلان ساعت در محل نمایندگی روزنامه فردوسی خواهم بود، شعرهای محل اگر که می خواهند منو ببینند و با من صحبت بکنند می تونن بیان اونجا. و در نتیجه مثلا به شیراز رفتم، به مشهد رفتم، به چند شهر مختلف. به خصوص در مشهد وقتی که دیدارهای در محل نمایندگی مجله فردوسی به پایان رسید، چند تا از این شاعران جوان آمدند و به من گفتند که اگه دوست داری بریم به یک مجلس شعر خصوصی، و بنده رو برداشتن بردن به اون مجلس و من اونجا دیدم که اصلا تمامشون دارن راجع به عرض کنم که مبارزه مسلحانه و به خصوص استقرار یک حکومت مذهبی سخن میگن. برای من حیرت انگیز بود که به صورت جدی این رو میدیدم. در این حال چون اون دورانی بودش که بنده خودم هم عرض کنم که مسلمانی بودم و عرض کنم حج میرفتم و غیره و علاقمند بودم به این که بفهمم که تاریخ اسلام چیه، فقه اسلام چیه و غیره، زیاد به مساجد و کلاس های اسلام شناسی و اینجا می رفتم و بچه هایی که اونجا بودند رو می دیدم که اینها به شدت عرض کنم که رادیکالیزه شدند. حتی با یکیشون که خیلی دوست شدیم با هم دیگه و سالها بعد او هم
آمد به لندن و در اونجا دکتراشو گرفت و در همون کالج سلطنتی انگلستان استاد دانشگاه شد و اخیراً هم دیدم که بازنشسته شده. خیلی از اون جوانای متعصب اسلامی بود. او یک بار به من گفتش که من تو خونم اسلحه دارم و منو برداشت بردش خونش، دیدیم توی زیرزمینش انواع و اقسام اسلحه رو داره و در این حال میگفتش که من میترسم که اینها کشف بشه و یه بلایی سر من بیاد. در نتیجه من بهش پیشنهاد کردم این اسلحه ها رو گذاشتیم تو صندوق عقب ماشین، رفتیم تو بیابونای اطراف تهران یه چاهی پیدا کردیم و این اسلحه ها رو ریختیم اون تو. در حال من از همه سو می دیدم که عرض کنم که یک چنین جریانی برقرار است و دیگه جای عرض کنم که تعادل و نمیدونم اصلاح طلبی و غیره دیگه باقی نمونده. از سوی دیگه هم خب پادشاه مملکت به کل دیگه چار عرض کنم که میتاخت به سوی این که همه چی رو در حول به خودش مربوط بکنه. یعنی ما در آغاز دهه 50 مثلا چیز رو داشتیم، جشنهای 50 ساله پهلوی رو داشتیم، یا بعدش عرض کنم که 2500 ساله شاهنشاهی رو داشتیم و اصلا حاکمیت متوجه نبود که دارن در دو عرض کنم که سیاره مختلف مردم و حکومت دارن زندگی میکنن. و بالاخره میرسیم به مقطع اعلام حزب رستاخیز و اینکه هر کی که نمیخواد میتونه بیاد پاسپورتش رو بگیره بره، که من چون هم از مذهب سرخورده بودم و هم از عرض کنم که اوضاع اجتماعی و بسیار دیپرشن شدید گرفته بودم، من تصمیم گرفتم که از ایران خارج بشم که چون عرض کنم که پول نداشتم این مسئله رو با دکتر نادر افشار نادری که رئیس دانشکده علوم اجتماعی بود و من در اونجا درس میدادم در میون گذاشتم. اون منو برد پیش عرض کنم که دکتر صدیقی و دکتر صدیقی فکر این که من برم به خارج و تحصیلاتم رو ادامه بدم خیلی پسندید و خودش با عرض کنم که آقای دکتر مجید مجیدی که رئیس سازمان برنامه بود تلفنی تماس گرفت و گفت یک کاری پیدا کنید که نوریالا بتونه بره تحصیلاتش رو ادامه بده. آقای دکتر مجید مجیدی البته به من محبت داشتن، پدر ایشون وکیل پدر من بود، خود ایشون هم اهل نور و مازندران بودن و سوابق و روابط دوستی تو خانواده ما وجود داشت و ایشون عرض کنم که منو صدا کردن و گفتن که دکتر صدیقی چنین چیزی از من خواسته، من تنها کاری که میتونم بکنم اینه که بگویم که شما بروید به انگلستان درستون رو بخونید و حقوق ماهیانه شما در سازمان برنامه به شما پرداخت بشه. و بعدم به من گفتن که آخرین مأموریت اداریتم باید انجام بدی و بری، که من گفتم چیست؟ ایشون گفتن که چون تابستانه و هر تابستان در رامسر عرض کنم که کنگره انقلاب سفید فرهنگی برقرار میشه، شما از طرف دفتر فرهنگ و هنر سازمان برنامه برو اونجا و بعد از اون دیگه میتونی بری به انگلستان. که من فکر میکنم جریان رفتن به رامسر رو در برنامه‌های قبلی شرح دادم، اگرم نداده باشم به سرعت خدمتون عرض میکنم که در اونجا خب در این کنفرانس آموزشی رامسر هم هیئت دولت شرکت میکردند، هم رؤسای عرض کنم که وزارتخونه ها. اسم کاملش فکر میکنم کنفرانس آموزش عالی رام یه همچیزی فکر میکنم آموزش عالی خب بله. در اونجا عرض کنم که خب اکثر اوقات موقع نهار، موقع شام، همه اینهایی که آمده بودن به اونجا در لابی هتل رامسر میشستن صحبت میکردن یا دربار هتل رامسر میرفتن مثلا مشروبی میخوردن و غیره. من با بچه های دیگه سازمان برنامه نشسته بودیم، زنده یاد داریوش همایون عرض کنم که آمد از کنار ما رد شد، چشمش به من افتاد، ایستاد، من و ایشون با هم از سالها قبل که در مجله بامشاد زنده یاد اسماعیل پوروالی عضو هیئت تحریریه بودیم هم دیگر میشناختیم. در نتیجه ایشون آمد و
عرض کنم که سر میز ما نشست و بعد به من گفتش که حالا که حزب رستاخیز تشکیل شده دیگه مملکت دست خودمونه، شما برو با این بقیه بچهای کانون نویسندگان صحبت کن و بگو که اینها بیان و عضو حزب رستاخیز بشن و خودشون رشته کار به دست بگیرن. من به ایشون گفتم که آخه شما میدونید که در همین دو سه سال اخیر چند تا مجله بسته شده، فردوسی بسته شده بود، خوشه بسته شده بود، روشنفکر، سپید و سیاه و ده ها روزنامه و مجله دیگه بسته شده بود و در این حال حدود 50-60 تا از نویسنده ها ممنوع القلم شده بودن. من گفتم شما فکر میکنید که با این وضعیت کسی حاضر شه که بیاد با شما همکاری بکنه؟ شما مثل این که خبر ندارید که در جامعه چی داره میگذره. من فکر میکنم که ما یک انقلاب وسیعی در سر راهمون هستش و من میبینم که به زودی اوضاع مملکت برگرده و حتی احتمال میدم که برخی از آدمایی که توی همین لابی نشستن تیرباران بشن. شما باید به خودتون بیاید این حرفه که داره. شما این خندید و گفتش که تو خیالاتی شدی و بلند شد از سر میز ما رفت. و سالها بعد، یعنی مثلا 5-6 سال پیش که ایشون برای ایراد سخنرانی به دنور آمده بود، من در حضور اهالی دنور این مطلب رو به یاد ایشون آوردم و ایشون سری تکان داد و گفتش که بله حرف تو درست از آب در اومد. میخوام بگم که کافی بود شما از پوسته یک زندگی ایزوله پاتون رو بیرون میذاشتید و میرفتید داخل جامعه و میدیدید که این جامعه به کل رادیکالیزه شده و یک جنون دست جمعی در حال شکل گرفتن است، اما حکومت کاملا بیخبر از این ماجرا و بی‌اعتنای به این ماجراها هست. متوجه. خب شاید به این علت که آقای دکتر رشاد، به این علت که خب حکومت از نایه مذهبیون زیاد احساس خطر نمی کرد، چون خب هیچ کس هم فکر نمی کرد که حکومتی بر سر کار باشه که ضدیتی با مذهب داشته باشه. مردم دین ایمان خودشون داشتن، آزاد بودن در حفظ دیانت خودشون. ولی این رادیکالیزه شدن به اصطلاح این جنبش اسلامی جای حرف داره. من به خاطر هم از حالا شما گفتید اولین برخوردتون با یک انقلاب اسلامی 6 در 4 در مشهد بوده که وارد یه جمع شدید تو اینها صحبت از مبارزات مسلحانه به قصد ایجاد حکومت اسلامی میکردن. من به خاطر هم از که در منزای دانشگاه کل نشسته بودم، زور نهار میخوردیم، جمعی از دوستان ما سر میز بودن، یک آقای آمد که ما اون رو میشناختیم، اسمش آقای مسعود بود، برادرش معاون نخست وزیر بود در ایران ولی خودش در اروپا جز فعالین مذهبی بود، آمد یه نوارایی به ما داد و رفت. من برای اولی بار اسم آقای خمینی رو اون نوارا خوندم، یعنی معلوم شد که اینا مجموعه حرفای خمینی نامیست در عراق که اینو میفرسته و این نوارها در اروپا تکثیر میشه. یعنی سرکله یا مجموعه عواملی پیدا شده بود که معلومه که اینا از کجا دستور میگیرن و چه عواملی در سطح جهان علاقمندند که ایران رو از طریق مذهب به هم بریزن. در کنفدراسیون هم همینطور، یعنی سر و کله عناصر مذهبی پیدا شده بود، با اینکه کنفدراسیون به نظر میسه یک سازمان خیلی سکولار، یعنی نیروهایی درش بودن که اصلا با مذهب میانه ای نداشتن، ولی ناگهان سر و کله مذهب توی کنفدراسیون هم پیدا شد بین گروه های ملیگرا بیشتر و حتی برخی گروه های چپی که بعدن به سرعت مذهبی شدن و مذهب زده. بله کاملا درسته. من حالا اگر که فرصتی باشه به بخش تبدیل شدنم به یک دانشجوی دانشگاه لندن و آمدن به خارج از کشور که توضیح بدم، به این مطالب هم میتونم با تفصیل بیشتری عرض کنم که اشاره بکنم. به نظر من حالا توطئه جهانی بود، هر چی بود، اگر که یک محیط مستعدی براش وجود نداشت، توطئه که نمیتونه کار بکنه. عرض کنم ببخشید. بله خواهش میکنم. من این تلفنم میگم اگه شعرا به خاطرشون باشه که تلفنشو خاموش کنن که دیگه شاعر نیستن. نه این تلفن عرض کنم که بنده دیروز گرفتمش. بلد نیستی چه کار کنی؟ باهاش یاد نگرفتم، نتونستم. دو جانون ریال، این که راجب رامسر میفرمودید،
شاه هنوز اون نطق معروفش درباره نفت رو کرده بود یا نه که من میخوام قیمت نفت رو بالا ببرم و 6 سال دیگه چنین تصویر قراردادها رو لغو کنم، یا هنوز سخنرانی رو نکرده بود اون سال؟ فکر میکنم ایشون این سخنرانی رو کرده بودن. بعد از اینکه اون عرض کنم که قیمت نفت رفت بالا و ایشون دستور دادن که در برنامه پنجم عمرانی سازمان برنامه تجدید نظر بکنه و راه‌های پیدا کنه برای خرج این پول اضافه‌ای که به دست می آمد. همون موقع ها بود که ایشون اون سخنرانی رو کردن، شاید سال 1300 مثلا 52 3، یعنی 6 سال قبل از انقلاب بوده. چون مجموعه این فعل انفلات سیاسی و درگیری ها و ضدیت با شاه و تبلیغات و مخصوصا گروه های چپ وابسته به روس که خیلی هم فعال شدن در اروپا، همه بعد از اون سخنرانی است. یک ناگهان بعد یک جنبشی در سطح جهان پدید آمد، از چپ و راست، از این کشور اون در آمریکا هم که گروهای خیلی فعال بودن، و معلوم بود که نظام ایران را هدف قرار دادن. ظاهرا سخنرانی شاه باعث و بانی بود و منم بالاخره متوجه نشدم که چرا این موضوع رو 6 سال قبلش پادشاه ایران اعلام کرد. خب باید حتما انتظار یه مجموعه توطئه‌ای رو میکشید، نیست اینجوری؟ من یقین دارم اتفاقا ایشون که خیلی هم آدم دارای سوء ظنی بود نسبت به همه چیز، باید قبل از هر کسی متوجه یه چنین چیزی میشد. ولی من همه حرفم در اینه که محیط داخل کشور در اون 4 سال اول دهه 50 که من در ایران بودم و در قسمت‌های مختلف حرکت می‌کردم، محیط بسیار مستعدی شده بود. شما نگاه بکنید مثلا همین جریان دادگاهی رو که به نام دادگاه گل‌سرخی پیش آمد، واقعا چه لزومی داشتش که مثلا گل‌سرخی رو اعدام بکنن؟ می‌خواستن به کی عرض کنم که مثلا چشم زهر بگیرن از کسی؟ اصلا چرا پخش زنده کردن؟ اینا هم همه سوال دیگه، واقعا چرا پخش؟ از یه جای عجیبی راه افتاده بود. هر روزی که می آمدیم ما بریم سر کارمون یه خبر بود مرتب تو خیابونات، عرض کنم که جنگ های چریکی مشغول بودن، نمیدونم امریکایی ها رو می کشتن، بعد می رفتن خانه های مخفی رو می گرفتن. من یادم اون روزی که مثلا حمید اشرف رو کشتن، من خوب اون روز یادمه به خاطر اینکه خب احمد اشرف یکی از مدیران سازمان برنامه بود و یکی از نویسندگان و متفکران و متحققان بسیار عرض کنم که ارزنده ما، و این برادر حمید بود. و وقتی که چیز رو کشتن، وقتی که حمید رو کشتن، من یادم من برای گفتن تسلیت رفتم به خانه احمد، دیدم بسیار منقلبه و اتفاقا همسرش حامله بود اون موقع، و چند ماه بعد که فرزندش رو به دنیا آورد، من دیدم که احمد اشرف اسم فرزندش رو گذاشته حمید اشرف. جلد. یعنی که میخواد خاطره اون. ببینید یه نفر در یه موقعی، یعنی احمد اشرف در سازمان برنامه آنچنان قوی بودش که آقای هویدا برای تعیین وزرای خودش با ایشون مشورت میکرد. جلد. من یادمه مثلا آقای دکتر شیخ الاسلامی رو آقای احمد اشرف بودش که به هویدا توصیه کرد که این به درد وزارت بهداشت میخوره. آقای نوری، حالا بس اجازه بدید که دنبال بکنیم هفته آینده خاطرات دکتر فوق العاده جالب. یادتون باشه با خانواده اشرفیم و ادامه خاطر. خداحافظی میکنم با شما و سپاس از شما. خیلی متشکرم، شبتون خوش.